سلام دوستای گل و مهربون خودم، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ که هستین و دارین این ویدیو رو نگاه میکنین حالتون خوب باشه. امروز ویدیو من یه خورده متفرقه هست، در اصل سوالهایی هست که خیلی تکرار میشه و من میخوام یک جمع‌بندی کلی در موردش بکنم و در مورد این فاندیشن جدیدی که خریدم باهاتون صحبت کنم، رو صورتم بزنم و ببینیم که آیا واقعا این همه تعریفی که ازش میشه چطور هست. و برای اولین بار هست که یک فاندیشن خریدم که دقیقا رنگ پوستم خریدم، نه تیره تر نه روشن‌تر. برام خیلی جالب بود که این تجربه رو با شما هم بر میون بذارم. اگه دوست دارین لطفا در ادامه این ویدیو با سارا باشید. دوستان گلم، قبل از شروع اگه از عزیزانی هستین که تازه به گروه ما پیوستین، سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین لطفا تا در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرید. اینجوری به سارا کمک میکنین و لطفا لایک یادتون نره. این هم اینستاگرام من هست، به گروه ما خوش اومدین، میتونید اونجا عکس ها رو ببینید و همینطور اینکه لطفا این ویدیو رو تا انتها و باها حوصله گوش کنید. خیلی کوتاه، مختصر و مفید هستش. دوستان در مورد ضد آفتاب خیلی سوال میکنین. ببینید اصلا به مثلا ایران و اروپا و آمریکا نداره. ببینید یک ضد آفتاب خوب باید یک سری مشخص داشته باشه، باید SPF بین 30 تا 50 داشته باشه، یعنی SPF 20 15 فایده نداره، بالای 50 هم باز هم فایده نداره، فقط تبلیغاتی هست و هزینه اضافه هست. فقط SPF بین 30 تا 50، حالا بالاتر هم بود چه بهتر، ولی تأثیر چندانی بین 50 و 90 نیست دوستان، این مهم هست. و اینکه SPF مثلا 50 پلاس باشه، پلاس یا سه تا به علاوه روش باشه، یا روش نوشته باشه که در مقابل هر دو اشعه UVA و UVB محافظت رو انجام میده. این نکته اساسی هست که باید توی همه ضد آفتابایی که میخرید بهش توجه کنید. نکته دوم این که شما جزء چه گروهی هستین؟ آیا پوست های چرب دارید یا پوست های خشک؟ خب اینجا یک تعریفی در تمام ضد آفتاب‌ها وجود داره. فری اویلش هست مخصوص پوست های چرب و حاوی مرطوب کننده مخصوص پوست های خشک. شما باید ببینید کدومش رو با توجه به شرایط پوست خودتون انتخاب کنید. پس این هم باز ربطی به برند نداره. میتونید از ضد آفتاب‌های حاوی رنگ استفاده کنید، مثل سیسی کرم ها که تو این ویدیو بالا گذاشتم در موردش صحبت کردم، میتونین از اینها استفاده کنین یا میتونین از یک ضد آفتاب بدون رنگ استفاده کنین که توی این ویدیو در موردش صحبت کردم. هیچ کدوم از این ضد آفتاب ها حاوی رنگ نیستن، خیلی هاشون با بیس آب و به شکل سرم هستن، بلافاصله جذب پوست میشه که حالت چربی نداره، حاوی رنگ نیست و شما خیلی راحت میتونین آرایش کنین روش. ولی این دیگه یک چیز سلیقه‌ای هست که شما کدوم رو انتخاب میکنین. یک برند خیلی ارزون مثل حالا در اروپا همین بوندیسنس هست که خیلی قیمتش با این هست، ولی با تمام ویژگی های خاصی که باید یک ضد آفتاب داشته باشه. یا ممکنه که شما برین از لامق یک ضد آفتاب 95 پوندی بخرین. هر دوش یک سری مشخصات تعریف شده دارند و تفاوت در این هست که در برند های گرون قیمت دوستان حاوی مقدار زیادی از عصاره دانه های روغنی، عصاره میوه ها، حاوی آنتی اکسیدان و خیلی چیزهای اضافه داره که اون رو انگار غنی کرده و با ارزش کرده. وگرنه از نظر استاندارد یک ضد آفتاب همین هایی که گفتم هست. حالا شما میرین تو فروشگاه و به سلیقه خودتون انتخاب میکنید. قسمت دوم ویدیو در مورد این فاندیشن میکاپ فور ایور هست، یک مسئول فکر میکنم فرانسوی هست. اجازه بدین شماره سریالش رو ببینم. بله سه هست، فرانسوی هست. میکاپ فور ایور هست، میگه که HD اسکین و حاوی هایلورونیک اسید هست که پوست رو درخشان و زیبا میکنه. ببینین دوستان هر چی که ما بهش اضافه کنیم یک فاندیشن هست، پس شما بهتره که حتما قبلش از مرطوب کننده و پرایمر استفاده کنیم، به خصوص عزیزانی که روی
کرم پودراشون حساس هستن و رو صورتشون حالت کیکی ایجاد میکنه، زیاد احساس خوشایندی ندارن، تیکه تیکه میشه، با اویل صورت قاطی میشه. باید این نکات رو حتما رعایت کنن. این بیسش یک حالت آبکی داره و یعنی که میزان چربی، آب و رنگی که بهش اضافه شده انگار آب یه خورده قالب هست و این حالت آبکی داره. پس حتما قبلش یک تکونی بدین چون احتمال داره که تهنشین بشه. خب دوستان من ببینید دوربین دیگه بینیم توی لنز قشنگ ببینید روی صورتم چقدر قشنگ نشسته، با اینکه من از همیشه از پودر شنل استفاده میکردم، کامپکت پاودر شنل استفاده میکردم، ولی الان از لورال استفاده کردم چون صورتم رو بعدم میرم میشورم، نخواستم زیاد یه خود صرفه جویی کنم بعد و خوب تو صورتم نشسته و خودم احساس خیلی خوبی دارم، راضی هستم. امیدوارم که به مرور مثلا یکی دو ساعت دیگه اون نتیجه رو که ازش انتظار دارم هم داشته باشه، یعنی بمونه رو صورتم و فیکس بشه. والا خودشون میگن حالت اشتی دوره و خیلی عالی است. فعلا من از استفاده ازش راضی بودم، خواستم با شما هم به اشتراک بذارم. قیمت این فاندیشن 38 پوند هست، فروشگاه سفورا در انگلیس سفورا داره و من مطمئن هستم که در تمام فروشگاه آرشی بهداشتی که برندها رو میفروشن حتما این وجود داره، فقط کافیه که تو گوگل کشور خودتون سرچ کنید و مطمئنا اونجا هست. راستی من امروز موهام رو صاف کردم، به جایی که همیشه فر میکردم که خود موهام پرتر دیده بشه، خب این اکستنشن کوچولو رو این بالای سرم همیشه میذارم. خودم ترجیح میدم که حالت فر باشه، ولی نمیدونم شما به من بگین که آیا این حالتی که صاف کردم باعث نشده موهام کم خوش‌تر دیده بشه. حالت پایین موهام رو هم یه کوچولو زدم چون یه حالت خشکی زیاد داشت، گفتم یه خورده از اون حالت زیبایشو از دست داده، بخاطر همین خودم کوتاه کردم. بازم نظرتون حتما در موردش بگین دوستان. دوستان کلا ویدیوی امروز مختصر و مفید بود، امیدوارم که ویدیوی امروز رو دوست داشته باشین و سوالاتتون رو مطرح کنین. مثل همیشه منتظر پیام‌های زیبای شما زیر ویدیو هستم و بگین که عزیزانی که از این میکاپ فور ایور اچ‌دی استفاده کردن نظرشون رو بگن که آیا راضی بودن، و همینطور لطفا به من بگین که شما خودتون از چه فاندیشنی استفاده میکنین و از چه فاندیشنی راضی هستین و همیشه دارین ازش استفاده میکنین. میتونین با هم دیگه به اشتراک بذاریم تا عزیزانی که حالا میخوان انتخاب کنن یه انتخاب درست داشته باشن. و تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.